ارتباط عجیبی با نقاشی دارم. تمام کودکی من یه جورای درگیری بوده با ابزار نقاشی، بوم، رنگ. نقاشی برای من راجع به تصویر ساختنه، اینکه حالا عکاسی چجوری تصویر میسازه، چجوری میشه تو نقاشی به این فکر کرد، پرینت چیکار میکنه، چجوری تصویر تولید میکنه، فرقش با عکاسی دیجیتال چیه. برای من یه جورایی رویکرد جستجوگرایانه علمی در جریانه، یعنی که نقاشی ابزار برای کنکاش تصویر، حالا به خصوص تصویر معاصر. برای من کلیدش 88 بود که همه میدونیم چی شد. اینه تبدیل شد به یه خودآگاهی از 88. یعنی من فارغ التحصیل شدم، موازی بود با تهران، داشت میتبدیل اون بچهش برام زنده شد. نقاشی چی کار خواهد بکنه به عنوان میدیوم، چون رسانه رو دیدم داره چی کار میکنه، رسمن داره مثل چاقو میبره، وصل میکنه، میدوزه، میبافه، تولید میکنه، انبوه میکنه، زوم میکنه، کراپ میکنه. این من برام نقاشی سوال شد که حالا نقاشی چی؟ یه لاک پشت 40,000 ساله ای که از قار شروع شده تا الان، چقدر میخوای روی سطح دو بعدی چی میخوای بکشی؟ وقت زندگیمو گذاشتم بازی کامپیوتر کردم. دوست داشتم یه جوری نقاشی کنم که نزدیک باشه با بازی کامپیوتری، با تولید مکانیکی، یعنی نزدیک شم به اون تولید دیجیتال. من قلم کمتر استفاده میکنم، به خاطر همین میخوام نزدیک شم به اون ماشینه. ببینم چطوری میتونم وقتی راجع به پیکسل دارم صحبت میکنم، یه ابزاری درست کنم که بیشتر شبیه کامپیوتر باشم، شبیه ماشین باشم، یا یه جورایی برم و بیام بین این دوتا. تصویر دارم، یعنی تصویرها جذبم میکنه، سیوش میکنم رو گوشیم یا رو لپتاپ. این تصویر میشه یه جورایی مرجع، رجوع میکنم بهش در واقع دارم وقتی دارم نقاشی میکنم. یه مثلثی میسازم، من اون تصویر سطح بود. برمیگردم یه عکس رو نگاه میکنم که مال سال 1352 روی مجله زن روز چاپ شده. من نمیدونم اون شخصی که اون تو کیه، زنده است، مرده است، که زنده است، یه جورایی یه جایی از دنیا داره راه میره، داره غذا میخوره، اون لحظه اینا دارم نقاشیش میکنم. از یه طرف اون تصویرش چاپ شده روی کاغذی توی مجله زن روز که توی انباری بعضیا تو ایران هست، یه ممکنه تو کشو یه نفر تو خیابون انقلاب بره زندگی کنه، اون کاغذ داره اونجا پوسیده میشه عین بدن اون آدمی که اونجا داره زندگی میکنه. یعنی یه جورایی همه چیز داره از بین میره. در این حال تصویر اون مجله رو کامپیوتر منه که پوسیده نمیشه، تبدیل شده به کد الگوریتم. این برای من بی نظیره. یعنی چجوری نقاشی، حالا وقتی یکی رو داری نقاشی میکنی رو مجله زن روز، کدوم اینا رو داری میکشی؟ این تکنیکی هم که حالا واسه به یه جاهایی رسیده تو این مجله زن روز، حاصل اونه، حاصل یه انگار که دارم میبافم چیزا رو، انگار که دارم از دست رفته بخشی، انگار بدن، انگار لباس اون مدل دختر شایسته ایرانه،
از دست رفته یه بخشیش دارم جراحی میکنم برش میگردونم، یه بخشیش پیکسله، یه بخشیش فایل داغون شده. بعضی وقتا به این فکر میکنم که اولین مخاطب من گوشیمه، یعنی من اینجا میشه که اینجا نیست، من کارم که دارم میشه عکس میگیرم، یعنی اولین چشمی که یا نگاهی که گوشیم به نقاشی منو میبینه، ثبت میکنه، نظر میده راجبش، که صورت رو میشناسه، صورت رو میگیره، میگه این صورت اینجا. دومین نگاه هم انسان هست، اینستاگرامه، یعنی الگوریتم اینستاگرام. اینم بازم بر من جذابه. وقتی شروع میکنم صورت‌ها رو میتونید بشناسه، یعنی مثلا گوشیمو میارم بالا، صورت‌ها رو فیس دیتکشن میکنه، بعد کم کم ناخودآگاهی پیش میره، من صورت‌ها رو به هم میریزم. خب خیلی فکر میکنم چرا، جواب پیدا میکنم برای خودم که اولا صورت‌ها بیانگرن، یعنی باهات میخوان ارتباط برقرار، اولین چیزی که نگاه میکنی چشم آدماست، بعد صورتشون، بعد میخوای بخونیشون، میخوای ببینی چه حالی دارن. برای من اینا کمتر اهمیت داره، برای من تصویر بیشتر اهمیت داره.